دقیقه استراحت کنیم. اگه نمیمونید من ادامه بدم. نمیمونید؟ باش بس ادامه بدم. رای جمع بود دیگه. انتخاب با خودتون. خب من در مورد پانداس صحبت میکنیم، یکی از لایبرری هایی که تازه اومده منظور این نیست که یکی دو سال اومده ها، نمیدونم اونم فکر کنم 5-6 سالیه هست و نسبت به لایبرری دیگه خیلی جوانتره و خیلی زود هم جای خودش رو پیدا کرد بین برنامه نویسای پایتون. خیلی قدرتمنده، روی خود نامپای میشینه، یعنی بک‌گراندش روی نامپایه. باهاش کار بکنید میبینید که انگار من دارم با نامپای کار میکنم ولی یه مقدار این قوی تره، شاید یه مقدار بیشتر. وقتی که با نامپای کار میکنیم و از سرعتش و غیرش استفاده میکنیم خیلی با ازش لذت میبریم، میبینید که چقدر سرعت داره و غیره. مشکلی که به وجود میاد اینه که نامپای بعضی اوقات احساس میکنید که خیلی خشکه، مثلا نمیتونید کالمش، حتما باید با ایندکسینگ بهش اکسس پیدا بکنید یا رو و اینجور چیزا رو زیاد نمیفهمه. پانداس اومده گفته چیکار بکنیم، گفته من نامپای رو میام چیکار میکنم، نامپای رو میام بهش لیبلینگ اضافه میکنم، به کالم هاش نیم میدم، چون اونجا همش باید تو نامپای همش باید چیکار میکردیم، همش باید کالم های مختلف رو یا رو های مختلف رو با استفاده از ایندکسینگ بهش اکسس پیدا میکنیم. ولی توی پانداس میاد بهش لیبلینگ میده، میاد ایندکس های مختلف رو به من اجازه میده ازش استفاده بکنم، میاد یه سری توابعی که دوباره تو نامپای داشتم رو دوباره میذاره ازشون استفاده بکنم و یه سری کارهای قدرت های دیگه که داریم ازش به ما میده. شما اگه آناکوندا داشته باشید به صورت دیفالت پانداس رو دارید، اگه هم ندارید پایپین اینستال پانداس نصبش میکنه، خیلی لایبرری اوکیه، با هر اوسی کار میکنه، مشکلی نداره. یه سری لایبرری های جدیدم اومدن که جلوتر باهاشون آشنا میشیم، اینا اصلا ورودی پانداس میخوان، یعنی میگن که من تایپی که باید به من بدی میخوام دیتا فریم پانداس باشه، یعنی به قدری این جای خودش رو باز کرده. خواهید پاس بدیم شما چیز راحت. خب اگه میخواد پانداس رو ایمپورت بکنه دوباره الیاسش رو پی دی بذارید، همه این کارو میکنن مثل متپلاتلیب و نامپای. چجوری بود؟ میخوایم الان در مورد سریز پانداس صحبت بکنیم، نیازی نیست اینا رو بزنید چون این بیلدینگ بلاکش رو داره میگه، میخوایم به دیتا فریم برسیم. دیتا فریم چیزیه که در اصل میخوایم ازش استفاده بکنیم. سریز مثل چیه؟ وقتی که با سریز کار بکنیم متوجه میشین که سریز دقیقاً مثل یه اری تک بودیه. برای اینکه یه سریز بسازیم میایم از pd.series استفاده کنیم. دقت بکنید اسش اس بزرگه و اس کوچیک نذارید. یه دونه سیکونس بهش میدم که به عنوان ولیوهاش در نظر بگیره. یه اسم هم میتونید براش مشخص بکنید، میتونم مشخص نکنید، اصلا مهم نیست. خب این اس رو ران میکنم. خب اینو میبینید، این چه فرقایی با یه اره معمولی داره به نظرتون؟ آفرین، یه دونه نیم اضافه داره، دیتایپ که همونه، دیتایپ تو نامپای داشتیم تو اینجا داشتیم، یه سری ایندکسینگ هم اینجا گذاشت. پانداس میاد چیکار میکنه؟ خودش یه ایندکسینگ اضافه میکنه به سریزش، ولی در صورتی که توی چیز ما این قضیه رو نداشتیم، توی نامپای این قضیه نداشتیم. حالا ببینیم این ایندکسینگ ها رو چجوری میتونیم باش کار بکنیم، چجوری میتونیم اضافه کنیم. اگه استاد ولیوز بزنید میاد ولیو ها رو بهتون میده. دقت میکنید ولیو ها رو که داره بهتون میده چیکار میکنه؟ به صورت اری بهتون میده، یعنی میگه که من کاملا روی یک عین یک نامپایم، قشنگ یه اره نامپایم. وقتی که ولیوزش رو میخواید یه کلا نامپای بهت پس میده، تایپش دیگه سری یا چیز دیگه نیست. اگه استاد ایندکس رو بزنیم چی به من میگه؟ میگه که تایپم رنج ایندکسه، از 0 شروع میشم تا 6 دیگه. خب واضحه دیگه، من چند تا اینجا ولیو داشتم؟ 1 2 3 4 5 6 تا، 6 تا ولیو داشتم. پانداس میاد چیکار میکنه؟ وقتی که سریز میسازید به هر کدوم از اینا یه ایندکسینگ ایمپلیسیتلی بهش میده، یعنی یه ایندکسینگ خودش دیفاین میکنه براش. حالا میبینیم که میتونیم اینا رو چیکار بکنیم، جدا بکنیم ازش استفاده بکنیم. مثلا همون حالتی که تو نامپای داشتیم میتونیم با استفاده از ایندکس ها اکسس پیدا کنیم. مثلا اس 3 میاد 9 رو به من میده، اس 2 میاد 4 رو به من میده. ما میتونیم اسلایسینگ رو انجام بدیم، از 2 تا 4 رو بگیریم که خود 2 و 3 میشه، 4 و 9 رو به من میده. میتونم نیم رو بگیرم. اوکی. خب
ما اینجا وقتی که داشتیم سریز رو تعریف میکردیم فقط بهش ولیو دادیم، درسته؟ این ولیوهایی که من بهش دادم اینجا نوشته شده دیگه. ولی ما میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم ایندکسینگ هایی که اونجا به صورت ایمپلیسیتلی خودش اومده بود 0 1 2 3 داده بود رو هم براش مشخص بکنیم. اینجا رو مثلا 3 4 تا اولش رو بنویسید بعد ران بگیرید ببینید به چی میرسه. چه فکر کنم از هفت و نیم باید یه مقدار بمونیم هرچند نرفتید، امیدوارم زودتر تمام شه. خب چند تاشو بزنید؟ نیازی نیست، مثلا سه تا بزنید، سه تا هم بهش ایندکس بدید. خب من ران میگیرم در این که شما داریم بزنید و توضیحشم میدم. اگه دوست نداریدم نزنید چون اینجا قرار نیست کدی بزنید، فقط برای معرفیه، یه بیلدینگ بلاک ساده است. خب وقتی که من این سریز رو ساختم بهش ایندکسش رو دادم، وقتی که به ایندکس میدیم چیکار میکنه؟ یه مقدار خودش رو نشون میده، قابلیت‌هاشو میاد به جای اون صرف 1 2 3 که داشت میاد این اسمایی که من گذاشتم رو داره نشون میده. خب الان کار کردم با این اره خیلی ساده تره دیگه، اونجا همش 0 1 2 3 بود، مثلا من باید میرفتم ببینم ایندکس 0 داره منظوری که منظورم از ایندکس 0 چی بود، از ایندکس 1 چی بود، حالا میتونم خودم اون منظوری که تو ذهنم داشتم رو چیکار بکنم بنویسم. این شبیه چیه؟ شبیه دیکشنریه دیگه، اگه تو ذهنتون باشه. اینجا انگار یه کی دارم، اینجا یه ولیو دارم، داره جاوا رو فلان میکنه. اگه اسم وریبل اسم سریزتون رو بزنید، داد ایندکس رو بزنید، دیگه نمیاد بگه رنج ایندکس. رنج ایندکس رو چون من بهش ایندکس نداده بودم به صورت دیفالت خودش ساخته بود، میاد ایندکس هایی که بهش دادم رو برام مشخص میکنه. اگه کانت رو بزنیم که میاد همون کانتی که اونجا داشتیم رو انجام میده. دوباره میتونیم با استفاده از صفر، با استفاده از اون ایندکسینگ هایی که داشتیم بهش اکسس پیدا بکنیم به مقادیرمون. حالا یه قابلیت دیگه داریم، چیه؟ میتونیم با استفاده از این اسامی که بهش دادیم هم ولیو بگیریم. مثلا میخوام ببینم پایتون مقدارش چقدره، دیگه نیازی نیست حتما برم ببینم که پایتون و ایندکسش رو چند گذاشته بودم، حالا برم ببینم ایندکسش چنده، ایندکس رو بگیرم بعد بیام ایندکس رو بدم به این اره که ازش خروجی بگیرم. اگه میخواستیم نام پای کار بکنیم اینجوری باید کار میکردیم. با استفاده از اسامی هم میتونیم اسلایسینگ رو انجام بدیم. فقط دقت بکنید وقتی که دارید با اسامی اسلایسینگ رو انجام میدید، این آخرین اون حالا اسمی که بهش دادید حتما نیاز نیست استرینگ باشه، میدونه عددم باشه، اون اینکلوده، درسته؟ سی شارپ هم اینجا گذاشته. ما توی چیزی میگفتیم، ما توی اسلایسینگ ها میگفتیم که عدد آخر چیه؟ اکسکلوده. به جز توی اینها عدد چیز آخر رو هم، المان آخر رو هم برای من خروجی میکشه میاره. خب میخوایم با آی لاک و لاک آشنا بشیم، چند تا مفهوم مهمیه. من میگم بعد حالا چیز بکنید. اگه میخواید به ایمپلیسیت ایندکسینگ اکسس پیدا بکنید، ایمپلیسیت ایندکسینگ اکسس پیدا بکنید یعنی چی؟ ما اولین سریزی که ساختیم چی بود؟ ایندکس های 0 1 2 3 بود، گفتیم به صورت ایمپلیسیتی خودش اومده اینا رو ساخت. حالا شما فرض بکنید که نمیخواید به یه دسته میخواید اکسس پیدا بکنید، ولی با استفاده از چی؟ با استفاده از ایندکس. وقتی میخواید از ایندکس استفاده کنید میاد چی میزنید؟ میاد آی لاک میزنید، میگید که من میخوام به از ایمپلیسیت ایندکسینگش استفاده بکنم، بعدش میاد رنج رو براش مشخص میکنید. این از 0 تا 2 رو به من نشون میده، جاوا و سی رو نشون میده. اگه نه میخواید از همون ایندکسینگی که خودش داره استفاده، خودمون بهش دادیم استفاده بکنیم، از لاک استفاده میکنیم. اوکی، مثلا لاک رو میتونیم کلا لاک نذارم. اینجا فرقش رو نشون نمیده ولی توی چیز نشون میده، توی دیتا فریم نشون میده. توی دیتا فریم میبینیم که اصلا به ارور برمیخوریم، به مشکل برمیخوریم. یه مقدار این آی لاک یا لاکش ممکنه گیج کننده باشه. مثلا من بیام آی لاک بهش بدم بعد از چیز استفاده بکنم، لاک بهش بدم و ولی از این چیزایی که خودم اکسپلیسیتلی براش تعیین کردم استفاده نکنم، ارور میده. مثلا اینا توی چیزایی که تو گفت تو ایندکسینگ ها نیستن. آره، باید عادت بکنیم از لاک و آی لاک استفاده کنیم. اگه میخوایم از اون رنج استفاده بکنیم 0 1 2 3 از آی لاک استفاده می‌کنیم، اگه میخوایم با ایندکسینگی که خودم بهش دادم از لاک استفاده کنیم. حالا فقط همین نیست، به جلوتر می‌ریم. خب و بولین ماسک رو یادتونه چجوری کار می‌کنه؟ دقیقاً اینجا هم همون حالت رو داره. چرا؟ چون
پایش نامپایه دیگه، گفتیم که یعنی هر چیزی که تو نامپای داشته باشیم اینجا هم داریم، چون خود نامپایه. پانداس اومده نشسته رو خود نامپای، داره سعی میکنه نامپای رو چیکار بکنه، کار کردن باهاش رو ساده تر بکنه. ما بیشتر چیزامون که از جلسه بعد که وارد دیتا ماینینگ میشیم، بیشتر کارامون با چیه؟ با پانداسه. یعنی 80-90% کارامون با پانداسه. خب اینجا هم گفته که میشه سریز رو با استفاده از دیکشنری ساخت. خب تو سریز اینجا سوالی داشتید، همون نامپای فقط چی داره؟ لیبلینگ داره. بریم سر قسمت اصلی پانداس که دیتا فریمه، با اون بحث کنیم. پانداس دیتا فریم. اونجا گفتیم پانداس سری مثل چیه؟ مثل یک اری تک بودیه. حالا میخوایم ببینیم اری های چند بودی رو چجوری میتونیم توی پانداس داشته باشیم. از پانداس دیتا فریم استفاده میکنیم. پانداس دیتا فریم میاد همون کاری که اری های تک بودی انجام میدادن برای ما انجام میده. خب دوباره مثل همون حالتی که داشتیم پانداس ایمپورت میکنیم. من اینجا اومدم چیکار کردم؟ دو تا سری ساختم. نگاه کنید. دو تا سری ساختم. عمدتا ما وقتی که دارید با پانداس کار میکنید اینا باز دوباره برای چیه؟ برای آموزشه. توی نوتبوک بعدی نشون میدم که ما خیلی 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 کم رخ میده که مثلا یه نفر بیاد با پانداس کار بکنه بعد مقادیرش رو خودش مثلا دستی بیاد اینجا تایپ بکنه. اوکی، ما داریم وقتی میگیم دارم با پانداس کار میکنم، مقادیرمون رو عمدتا چیکار میکنیم؟ از یه فایلی میخونیم، از یه چیزی میخونیم، ولی توی نوتبوک بعدی میگم. اینجا ولی فقط به خاطر اینه که بگیم اگه احیانا خواستید همچین کاری بکنید هم امکان پذیره. اینجا هست مثلا اینو جا بده کردم. اوکی، اومدم دوتا چیز دارم، دوتا به اینا چی میگن؟ اومدن مقایسه کردن، یعنی علاقه مندی به زبانهای برنامه نویسی مختلف. و جاوا نفر اول بوده، سی دوم بوده، سی پلاس پلاس، پایتون چهارم بوده سال 2014. پایتون چقدر بوده؟ 1 2 3 4 93.5 بوده تو سال 2015 شده 96.5. حالا من نمیدونم صحت این دیتا رو نمیدونم. خب اگه بخوایم دیتا فریم بسازیم میتونیم از این جوین دیکشنری ها استفاده بکنیم برای ساخت دیتا فریم. بازم میگم خیلی کم رخ میده که کسی بیاد اینجوری دیتا فریم بسازه، چون ما دیتا فریم رو میسازیم که چیکار بکنیم؟ با دیتاهای بزرگ کار بکنیم. این جلسه تا 5 دقیقه دیگه و جلسات بعدی خواهیم دید که اصلا ما اینجوری دیتا فریم نمیسازیم، همیشه از یه فایلی از اون فایلایی که بهتون دادم قراره بخونیم. فقط اینجا به خاطر اینکه هم حجم فایل کم باشه هم بتونیم نشون بدیم بهتون داریم چیکار میکنیم ازش داریم استفاده میکنیم. برای اینکه دیتا فریم بسازید از data frame استفاده میکنیم، فقط نحوه ساختش فقط اینجوری نیست. خب این یه data frameه. اگه متوجه شده باشید، خب این دوتا لاینی که اینجا هست مثل چیه؟ مثل این ماتریسیه که توی نامپای داشتیم، یه نامپای دو بعدی، درسته؟ پانداس اومده بهش چیا داده؟ به روهاش لیبل داده و به کالمهاش هم چیکار کرده؟ لیبل داده. این شبیه چیه؟ این دقیقا میبینید توی چی به ذهنتون میرسه؟ اکسل. دقیقا دیتا فریم پانداس برای اون افرادی که اکسل کار میکنن عالیه. یعنی همه کاره که میتونید اونجا میخواید انجام بدید و اینجا میتونید انجام بدید با سرعت بیشتر، با کد نوشتن انجام دادن کارهای خیلی پیچیده تر، چون اینجا میتونید کد بزنید و پرینت کردنش هم سعی کردن مثل همون اکسل باشه که همخوانی داشته باشه. خب وقتی که یه دونه دیتا فریم میسازید، دو وقتی که ولیوزش رو بزنید دوباره بهتون همون اره دو بودی رو میده. ایندکسش رو بزنید، ایندکس هایی که خودتون براش تعریف کردید رو، ما اینجا ایندکس ها رو براش تعریف کردیم تو هر کدوم از این حالت ها، درسته؟ ایندکس ها رو براش تعریف کردیم، به خاطر همین میاد ایندکس های ما رو ایندکسی که خودمون بهش دادیم و به اون پس میده. اگه ایندکس براش تعریف نکنید میاد چیکار میکنه؟ از اون ایمپلیسیت ایندکسینگی خودش داره. الان این داد کالمز رو بزنم به نظرتون خروجی چی میده؟ اگه اینو بهتون نشون بدم
2004 تا 2015 بعد وقتی که دات کالم میزنیم میاد به ما اسم کالما رو میده. وقتی که دات کیز هم بزنیم همین کار رو میکنه، میاد اسم کالما رو به ما میده. این داره نشون میده که این شباهت داره به چی؟ شباهت داره به دیکشنری. ولی سعی بکنیم با این دات کالمزش کار بکنه، از این کیز استفاده نکنه. اگه بخوایم به یک کالم، اگه بخوایم از یک کالم استفاده بکنیم، باید اسم کالم رو بهش بدیم. یعنی مثلا من میخوام کالم 2014 رو خروجی بگیرم، میاد چی به من بس میده؟ کالم ازش استفاده بکنید. اگه میخواید به اسم کالم ها اکسس پیدا بکنید، از این استفاده بکنید. از این هم میتونید، ولی این خیلی همه از این استفاده میکنید. چه؟ بله بله. نه دیگه، میبینید که هر دوتا یک میتونید اصلا این کار هم بکنید. چو خروجی هاشون یک. خب پس اگه بخوام به یک کالم دسترسی پیدا بکنیم، میایم چیکار میکنیم؟ مثل همون حالتی که توی دیکشنری داشتیم، ایندکسینگ داشتیم، میایم اسم کالم رو میذاریم و اسم کالم رو من خروجی میدم. دوباره اگه بخوایم همون بحث اسلایسینگ ها رو داشته باشیم، از آی لاک و لاک استفاده میکنیم. این به نظرتون خروجی به ما چی میده اگه اینو ران بگیرم؟ بگید دیگه، چیز خاصی نیست که. چی؟ آره دیگه، این دوتا رو به من خروجی میده. البته این 2014 2015ش رو هم برام نشون میده. سی و سی شارپ به من نشون میده، 2015ش نشون میده. این چی کار میکنه به نظر؟ باز دقت بکنم، آی لاک دارم استفاده میکنم، آی لاک استفاده میکنم. دیمنشن لازم ساعت 2014 آفرین، فقط 2014 هم نشون. این داره چیکار میکنه؟ اکسس پیدا میکنه به روها، اینم داره برای کالم های کار انجام میده. این چی میده خروجی بیرون؟ مثلا دقیقا ولیو رو بهتون میده. یعنی همون حالتی که تو نامپای داشتیم چجوری اکسس پیدا میکردیم به ایندکس مختلف، اینجا همون قابلیت رو داریم. فقط فرقش چیه؟ اینجا میتونیم از یه سری لیبلینگ هایی که خودمون دادیم هم استفاده بکنیم که خیلی خیلی برامون قدرت زیادی به کارمون میده. خب اگه بخواید یه کالم دیگه اضافه بکنید به دیتا فریمتون، فقط باید اسمشو بنویسید. اسمشو بنویسید مثل همون حالتی که میمونیم به دیکشنری یه دونه ولیو جدید، کی ولیو جدید اضافه میکردیم توی داخل براکت ها، میمونیم کی ها رو میذاشتیم. اینم هم دقیقاً همون حالت. این داره به نظرتون چیکار میکنه؟ یه اوریج میگیره، درسته؟ ما با اینا مثل چی برخورد کردیم؟ با اینا مثل اره نامپای برخورد کردیم. اصلا انگار نه انگار که این چیزی که من دارم باش کار میکنم پانداس سریه. یعنی همون کارهایی که رو نامپای میزدم، همون نیومریکال اپریشن هایی که اونجا داشتم رو اینجا هم دارم استفاده میکنم. یعنی اصلا فکر نکنید که پانداس من نمیدونم بعد ابدال تبدیلش کنم به اره بعد روش بیام با استفاده از این کار نامپایی انجام بدم بعد دوباره تبدیلش بکنم به سریز. نه، اینا اینه هم میتونید همون کار رو با هم انجام بدید. خب نگاه بکنید، این اوریج رو اضافه کرده، این دوتا رو با هم جمع کرده، مقدارش رو گذاشته اینجا دیگه، واضحه دیگه مقدارش میشه 96 ده. اوکی، اینجا چجوری کالم ها رو ریوردر بکنیم و نوشتیم. من همیشه وقتی پانداس رو تدریس میکردم، همیشه دوستان میگفتم مثلا اگه بخوام اوریج بیارم اول چیکار بکنم، که دیگه کدش رو گذاشتم اینجا، هر کی دوست داشت برای خودش چیز بکنه. یعنی خودتون اینو امتحان بکنید. میتونیم ولیو هامون رو سورت بکنیم. این به نظرتون چیکار میکنه الان؟ آفرین. بر اساس این کالم 2015 میاد سورتینگ رو انجام میده. یه اسندینگ فاس چی میشه؟ دیسندینگ میکنه، از بزرگ به کوچیک شروع میکنه. از بزرگ اومده شروع کرده به کوچیک. اوکی، این چی کار میکنه به نظرتون؟ خب این چی میگه؟ یکیشو از اسندینگ
وقتی که صفر گذاشتیم یعنی فالس دیگه، یعنی اسندینگش فالس، یعنی 2015 رو دیسندینگ میکنه، 2014 رو اسندینگ میکنه. دقت بکنید اینجا من اسم یک کالم رو نوشتم بس دیگه نبردمش توی یک لیست بذارم، ولی وقتی که میخواید روی چند تا کالم کار بکنید اسمشو میبرید توی لیست. دوباره اینجا چند تا چیز نشون دادیم، چجوری مینیمم بگیرید، چجوری لامدا فانکشن رو روش اپلای بکنید، میتونید ماکسیمم بگیرید، میتونید کار خیلی زیادی انجام بدید، همون چیزی که اونجا داشتید. برای اینکه ببینید چه چیز اکسس دارید اینجا فقط دات بزنید و تب بزنید ببینید چی رو نشون میده. سیستم من خیلی کند شد. خب چون وقت کمه این ریلیشنال اپریشن ها رو نمیگم. اینجا در مورد اینکه چجوری چند سه تا دیتا فریم ساختیم، بعد گفتیم مثلا اینا رو چجوری کانکاتینیت بکنید، چجوری مرج بکنید، چجوری لفت جوین بزنید، چجوری رایت جوین بزنید، این مثلا این اینر جوینه، این اوتر جوینه، اینجا مثلا رایت جوینه گفتیم چجوری میشه انجام داد. اون چیزایی که توی دیتابیس داشتید، کیا دیتابیس کار کردن، SQL سرور، MySQL اینا، همون مشکل نداره، چیزشون SQL دیگه، بیسیکشون ریلیشنال اپریشن، ریلیشنال دیتابیس ها. اون کارا که تو ریلیشنال دیتابیس ها انجام میدادیم، هر کدوم از این دیتا فریم ها رو میتونیم مثلا چی نگاه بکنیم، مثلا یه تیبل نگاه بکنیم، این تیبلی که توی دیتابیس داشت، درسته؟ حالا اونجا مثلا جوین میذاریم، فلان میذاریم، اینجا هم همون کارا رو میتونیم با استفاده از مرج انجام بدیم، مثلا بگیم اینر جوین باشه، اوتر جوین باشه، روی کدوم یکی از این کالم ها بیاد جوین بزنه. یعنی همون قابلیت که اونجا داشتیم رو اینجا هم داریم، یعنی داره قدرت پانداس رو میشه. جان آره خب این مثل همون تیبل دیگه، میگم هر دیتا فریم مثل یه تیبل توی دیتابیسی که میتونیم اینجا باش کار کنیم. خب تا اینجا سوالی دارید؟ بریم ببینیم چجوری با فایل ها کار بکنیم. خب من یه فایل بهتون دادم، آره آره، اون فایل ها رو باز بکنید، توی چند تا سی اس وی بود، اون کتابه که در مورد چیز بود، کتابه که در مورد اوپی بود، مثلا باش کنید. خب یه دونه فایل هایتس ویتس جندرز بهتون دادم، این اوپن بکنید یه همچین چیزی خروجی بهتون میده. اوکی، تسکی که داریم اینه که میخوایم ببینیم چجوری این میل ها رو به یک تبدیل بکنیم، این فیمیل ها رو به چی؟ به صفر. اینجا گفته که میل ها رو به یک، فیمیل ها رو به صفر. بعد هر کدوم از اینا رو هم میخوایم بریزیم توی یک لیست. اوکی، متوجه شدید چی شد؟ حالا میخوایم اینو چیکار بکنیم؟ اینو یه بار فرض میکنیم پانداس بلد نیستیم، شما انجام بدید یه 10 دقیقه روش فکر بکنید و حالا هم استراحت بکنید، بعد بیایم ببینیم چجوری اینا رو میشه با پانداس انجام داد، پانداس چقدر سریع. یه فایل بهتون دادم به این اسم، به این اسم دارم میگم، به این اسم یه فایل دادم که توش نوشته میل هایتشو داده و چیز ویتشه، آره ویتشه، جندرشو داده، هایتشو داده، ویتشو داده. یه کار خیلی ساده میخوایم بکنیم، میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم میلو به جاش یک بنویسیم، فیمیلو به جاش صفر بنویسیم، اینتیجر میخوام باشه. اوکی، میخوام یه لیست بسازیم، مثلا اینجا میخوام به جای این خطه یه لیست باشه که اینجاش باشه یک، اینجا خود این باشه، اینجا هم خود این باشه، یه لیست تو در تو باشه، یا میتونید حتی اری بکنید اگه میخواید کار بکنید. میخوام ببینیم اینو چجوری میتونیم با استفاده از چیزایی که تا الان یاد گرفتیم بزنیمش و چجوری میتونیم با استفاده از پانداس پیاده سازی کنیم. اینو یه 10 دقیقه روش فکر میکنیم. اگه سوال دارید جان، فایل ها نگرفتین؟ خب الان چشم الان. سوالی دارین در مورد متوجه شدیم میخوایم چیکار کنیم؟ میل میخوایم یک بشه، فیمیل میخوایم صفر. دادیم؟ نمیدونم. سری بزنیمش یا بزنیم تحت خودتون بزنید؟ میذاریم خودتون بزنید. خب اینجا که میخوایم وارد یه چیز دیگه بشیم، حالا میخوام اینو که خودتون میذارید، اوکی، حالا میخوایم در مورد چی صحبت بکنیم، ببینیم اینو چجوری با پانداس میتونیم
پیاده سازی بکنم. اول میام پانداس کوچولو با هم چجوری فایل های سی اس وی رو باهاش بخونیم و اینا رو با هم بررسی میکنیم، بعد تهش این رو با پانداس پیاده سازی میکنیم، ببینیم چقدر کارش ساده تر و راحت تر. خب یه فایل سی اس وی داشتید، داده بودم بهتون به اسم tips.csv. اگه یادتون دوستای میتونید با من همراه بشین، اگرم نه که فقط میتونید نگاه بکنید. اگه میخواید یه فایل سی اس وی رو بخونید، میزنید چی؟ pd.read.csv، خیلی ساده، و آدرس اون فایل رو بهش میدید، براتون میخونه. خب من میام میزنم pd.read، تبو میزنم، منتظر میمونم که این بیاد بالا. جان بله بله، میبینید اینجا این چیز شده، سش چینی اومده، یعنی داره میگه من دارم کامپایل میکنم. کامپایل چی دارم؟ چی؟ چه فایل هایی میخونه؟ اینجا فایل هایی که میخونه رو گفته، CSV میخونه، Excel میخونه، اینا رو نمیدونم چیه، HTML میخونه. چی فرمودید شما؟ SPSS میخونه، SQL میخونه، SQL Query میخونه، SQL Table میخونه. خب ببینید چقدر ساده این کار رو میکنه، یعنی شما فقط یه read.csv میزنید، اسمشو میدید، براتون میخونه. اینجا یه سری کارهای دیگه میشه کرد، مثلا اون چیزی که باعث سپریشن میشه رو، یا هدرشو یا نیمزشو، یا خودتون بیاد کالما رو براش مشخص بکنید، یا اصلا بگید از کالما استفاده بکنه نکنه. خیلی وریبلای دیگه، آرگومان های دیگه اینجا وجود داره که همه رو توی این پارامترز توضیح داده. ما فقط از چی استفاده کردیم؟ فقط از فایل پت استفاده کردیم، گفتیم ما اینجاییم، سی اس وی من اینجاست، اونو برو بخون. و چون این سی اس وی که ما داشتیم خیلی مرتب، عمدتا همه سی اس وی ها چجوری هم بالاشون اسم هدرشونه بعد ولیو هاشونه، پی دی رات ریت سی اس وی هم همین کارو میکنه. لاین اولو میاد به عنوان چیز میگیره، به عنوان هدرها میگیره، میاد توی این هدرها میذاره، بعد ولیو ها رو میاد هم مرتب میخونه، زیر هر کاله میذاره. ما بعد از این با اینا میخوایم کار بکنیم دیگه، دستی نمیایم مثلا دیتا فریم بسازیم. خودش وقتی که اینو ران میکنه چیکار میکنه؟ وقتی ریت سی اس وی میزنه چیکار میکنه؟ تایپش رو میگیرم، تیپسو، میاد دیتا فریم میسازه. خودش میاد به صورت دیفالت اون دیتا فریمی که اونجا ساخته بودیم رو برای ما میسازه. قبوله؟ همون چیزایی که اونجا داشتیم و داریم، میتونیم ایندکسش رو بگیریم. ببین من ایندکسش رو زدم، به من چی گفت؟ گفت رند ایندکس تو از 0 شروع میشه تا 244، یعنی 244 تا من چی دارم؟ رو دارم. چون خودم نیومدم به صورت دیفالت هیچ ایندکسینگی براش مشخص نکردم، 0123 گذاشت. عمدتاً هم اینجا از 0123 میبینید، چون خیلی مرسوم نیست که کسی بیاد به روها اسم بده. مثلا شما 1 میلیون تا رو دارید که نمیتونید 1 میلیون تا اسم بدید مثلا، ولی عمدتاً چه شکلیه؟ مثلا اینجا کالماتون معنا داره که بگید هر کالم داره چه دیتایی رو مشخص میکنه. بچه ما از الان ببخشید، ما از الان دیگه داریم میریم کامل رو چی؟ داریم میریم روی این که روی داده کاوی، و اینا رو هم میتونید به این دید باش نگاه کنید که چجوری میخوایم داده هامون رو چیکار بکنیم، آماده سازی بکنیم. مثلا یه دونه چیز که کامل داریم چجوری داده ها رو آماده سازی بکنیم، نصف سشن بعد. بله شما pd.read.csv رو بزنید، خودش دیتا فریم میکنه. حالا اون تسکرم انجام میدم، ببینید چقدر در از دو خط میشه انجام داد. حالا شما بخواید با این انجام بدید، با یه فایل ساده انجام بدید، خیلی طول میکشه. خب این تایپش رو گرفتم فقط نشون بدم که داره چیکار میکنه، داره به من دیتا فریم میده. خب ایندکسش هم که به من این رو داره میکنه. وقتی که هد رو بزنید، اسم دیتا فریم هد رو بزنید، پنجتای اول رو براتون پرینت میکنه. این خیلی خوبه وقتی داریم با داده های بزرگ کار میکنیم، مثلا هدش رو بزنید ببینید پنجتای اول چیه. اگه حالا مثلا 10 تا 20 تا میخواید مثلا بزنید، 10 تا رو براتون نشون بده، میتونید بزنید 20 تا براتون نشون بده. ولی عمدتا دیگه نزنید کل دیتا فریم رو نشون بده. چرا؟ چون مثلا بزنید مثلا 1000 تا چیزو خیلی کند میکنه دیگه. پس میشه هم از هد استفاده کرد، هم بهش یه عددی داشت، همون تعداد اعداد رو از بالای دیتا فریم برمی‌داره بهم نشون میده. میتونیم از تیل استفاده کنیم. تیل چیکار میکنه؟ از تهش میاد برمی‌داره دیگه. پس میتونیم هم از هد استفاده کنیم، هم از تیل استفاده کنیم. اومده اینجا 10 تا آخر رو برام کشیده آورده بیرون. خب اگه بخوایم به یک کالم دوباره اکسس پیدا بکنیم که اینا بررسی کردیم دیگه، اینم باز اینجاست که مثلا من میخوام فقط توتال بیل رو داشته باشم،
میاد اینو به من خروجی میده. دقت بکنی وقتی که یک ستون رو خروجی میگیرم تبدیل میشه به چی؟ یه سریز، درسته؟ اوکی، پس اینا همیشه حواستون باشه وقتی که یه دونه کالم رو میگیرید میشه یه سریز. اگه بخواید چند تا کالم رو خروجی بگیرید دیگه نمیتونید اینجا اسم چند تا رو مثلا با کاما جدا بکنید، باید یه لیستی از اون اسم اون کالم ها رو بهش ورودی بدید. متوجه شدید؟ این بعضی این عمدتا باعث ایجاد مشکل میشه. دقت بکنید من یه دونه کالم رو میخواستم همینجوری اسمش رو نوشتم، ولی اگه بیشتر از یه دونه بخواید چیکار میکنید؟ میذاریدش توی لیست. این یه دونه ای رو میتونید توی لیست بذارید اما مشکل نداره، ولی خب دیگه بهتون سریز نمیده، بهتون یه دیتا فریم تک کالمه میده. اوکی، این تفاوتاش رو توی ذهنتون داشته باشه. من اینو چیز میکنم، هم اینو میذارم براتون، هم حالت سریزش رو میذارم، هم حالت تک کالمش رو میذارم، هم حالت دوتایش رو. اوکی، خب حالا میخوایم ببینیم چجوری میتونیم روی روی این فریم ها ایتریت بکنیم. چجوری؟ مثلا فرض بکنیم میخوایم یه فور بزنیم روشون، روی هر کدوم یه حرکتی انجام. خب تو نامپای که میتونستیم یه رو به رو میتونستیم روشون چیکار بکنیم؟ فور بزنیم بریم جلوتر. خب من اومدم توتال بیلد تیپ رو اومدم اینجا چیز کردم، جدا کردم و ریختمش توی چی؟ ریختمش توی این توتال بیلد تیپه و هد رو ازش گرفتم. قبوله؟ هدش رو گرفتم، پنجتای اول رو بهم نشون داده. اینجا چیز بود. خب اگه میخواید به دونه به دونه اینا اکسس پیدا بکنین، دات ولیوز که بزنید چی میشه؟ این تبدیل میشه به یه اری، دقیقا مثل همون حالتی که تو اری ها میومدیم فور میزنیم، میتونیم اینجا هم همون کار رو انجام بدیم. حالا من اینو ران بگیرم چی به من خروجی میده؟ دقیقا همش همه رو با هم دیگه جمع میزنه، مقدارشون رو اینجا میذاره به من نشون میده. درسته؟ پس خیلی ساده، اگه میخواید فور بزنید دقت بکنید، اگه میخواید فور بزنید اینجا دات ولیوز رو بزنید. سبکاش زیاده، ایتر رو چی بود؟ ایتر رو بود، رو ایتر آیتمز بود، ایتر روز بود. مثلا ایتر روز رو که بزنید میاد رو رو بهتون میده. دات ولیوز رو هم بزنید میاد چیکار میکنه؟ تبدیل به اری میکنه، دوباره رو رو بهتون میده، یعنی هر سطر رو بهتون توی هر فور بهتون میده. اوکی، من خودم با دات ولیوز راحت ترم، همیشه با دات ولیوز کار میکنم چون تبدیلش میکنه به اری راحت ترم، ولی با اونا هم میتونید کار بکنید. خب الان اینجا چرا من این دوتا رو گذاشتم به نظرتون؟ چرا گفتم توتال بیل و تیپ؟ هر رو من چند تا آیتم داره؟ سه تا داره؟ مطمئنی؟ دو تا داره. چرا؟ این هر کدوم از روهای منه دیگه، میبینین اینایی که الان چیز کردم روشون کلیک کردم، این که ایندکسینگشه. اوکی، اینو دیگه توی فور به من نمیده، فقط ولیو ها رو به من میده. این ایندکسینگشه که حالا اینجا ایمپلیسیت خود دیتا فریمه که کرده 0 1 2 3، اکسپلیسیتلی هم خودتون براش تعیین بکنید بازم فرقی نداره، توی فور نمیاد. دقت بکنید توی فور فقط ولیو ها رو میگیره. میتونید ایندکسینگ هم بگیرید، مثلا اینجا یه زیپ بزنید روی ایندکسینگش هم دوباره فور بزنید. خب این از این. خب الان بخوایم اون تسک بالایی رو انجام بدیم چیکار میکنیم به نظرتون؟ نمیدونم، پایین تر انجام دادم. آها، این پایین تر انجامش دادم. خب پس بذارید برسیم بهش بعد همونجا انجامش بدیم. آها، این این پلیس و دراپ هم بگم، اینا هم نکات مهمه. خب تیپس چی بود؟ یه بار دیگه تیپس رو ران میکنم، هدش رو شما میکنم ببینید چیه. خب این تیپسه، این به نظرتون چیکار میکنه؟ دراپ چی بزنه تو بیان؟ آفرین، توتال بیل و تیپ رو میندازه دور، ننداخت دور. این توتال بیله، چه اروری داد؟ آها، باید اکسیسش رو مشخص بکنید. وقتی که دارید دراپ انجام میدید باید بگید که من دارم روی کدوم اکسیس دراپ رو انجام میدم.
این اومد توی این ایندکس ها دنبال توتال بیلو تیپ کس، یعنی به صورت دیفالت اکسیسش چیه؟ مقدارش صفره، یعنی سعی میکنه روی ستون ها روی سطر ها میاد میگرده. وقتی که دارید دراپ انجام میدید باید بهش بگید که این چیزی که من بهت دادم و برو کجا دنبالش بگرد، برو دنبالش توی کالم ها بگرد، نه توی چیز، نه توی سطر ها. این به صورت دیفالت صفر اکسیسش میره سطرها رو میگرد. ساعت توی سطرها ما هیچ چیزی نداشتیم که اسمش توتال بیلد باشه دیگه، درسته؟ به خاطر همین کی ارور داد، گفت این چیزی که میخوای توی هیچ کدوم نیست، من چه نمیتونم اینو دیلیت بکنم. من بهش گفتم نه اکسیس یک رو برو بگرد، روی اکسیس صفر و یک رو با هم بحث کرده بودیم میگه تو نامپای چجوری میشد، با صفر میشد بود اول سطرها، یک میشه بود دوم ستونها، بعد دو و سه و اینا تو نامپای داشتیم دیگه، تو پانتاز دیگه سه بودی و اینا نداریم، همش دو بودی. من لزوما فقط با دو بودیش کار کردم، نمیدونم شاید سه بودی هم داشته باشه، تو ذهنم نیست اصلا. حالا میگم شاید من خودم باش کار کردم، شاید بشه مثلا مثل اکسل شیت های مختلفش رو، نه اون که نمیشه دیگه، تو شیت های مختلف شما میتونید سبک های مختلف داده برسید، من تو ذهنم نیست، میتونید چک بکنید. خب این اکسسش رو زدم به من چیز کرد. خب من الان اومدم از تیپس چیکار کردم، توتال بیلو تیپ خود کالم تیپ رو حذف کردم. یه چیزی رو خیلی کوچولوئه ولی دقت بکنید این قضیه برامون حل بشه خیلی مسئله مهمه. تیپس رو من دوباره میام چیکار میکنم، هدش رو میگیرم. خب نگاه بکنید توتال بیلو تیپ هست، ما اینجا دراپش نکردیم، چرا هست؟ آفرین. وقتی که من اینجا دراپ کردم به من داره نشون میده که اگه بیای عمل دراپ رو انجام بدی خروجی چی خواهد بود، همچین چیزی خواهد بود. شما فرض کنید یه دیتا خیلی بزرگی دارید، دارید روش کار میکنید و یه دفعه میزنید یه چیزی رو دراپ میکنی و میپره. خب اینجوری خیلی جالب نیست، دوباره باید بری از اول محاسباتت انجام بدی. اینا اومدن چیکار کردن؟ گفتم وقتی که دات دراپ رو میزنی من روی اون وریبل اصلی نمیام تغییرات ایجاد بکنم، هر چی تغییراتی که ایجاد کردم رو بهت خروجی میدم. حالا اگه تو دوست داشتی اینو چیکار بکن، برس توی یک وریبل دیگه، مثلا یه وریبل دیگه بساز، نمیدونم مثلا نو تیپس بساز، بعد بیا از این نو تیپس استفاده بکن. متوجه شدین چی شد؟ پس وقتی که داریم دراپ رو میزنیم روی وریبل اولی دراپ رو انجام نمیده. حالا یکی میگه که من میخوام راهم و وریبل انجام بشه، دوتا کار داره، میتونه دوتا راهکار داره، میتونه اینجا تیپس بنویسه، خود تیپس رو بنویسه بگه بری سوی تیپس. یه راهکار دیگه چیه؟ بیاد از این پلیس استفاده بکنه. این پلیس ها اگه شما ترو بذارید چیکار میکنی؟ ترو بذارید به سیستم میگید که من نمیخوام به من خروجی بدی، روی همین وریبله هر کاری که بهت گفتم رو چیکار بکن انجام بده. این این پلیسه توی خیلی جاها هست، وقتی دارید یه مودیفیکیشنی با استفاده از پانداس انجام میدید میگید که این مودیفیکیشن رو چیز بکن برای من انجام بده، این مودیفیکیشن رو برام انجام بده، اگه این این پلیسش فالس باشه مودیفیکیشن رو بهتون نشون میده، یعنی خروجی میده، عملا نشون میده که معنی نداره، به من خروجی میده، بعد چون آخرین خطی که اینجا هست برام چاپ میشه بهتون خروجی میده. اگه اینو ترو بکنید بهتون خروجی هیچی نمیده. دقت کردید رانش کردم من هیچ خروجی ندا، ولی عملا میاد چیکار میکنه؟ روی اون وریبل اولیه انجامش میده. خب الان من این خط دوباره ران کنم چه اتفاق میفته؟ ارور میگیره. آفرین. چرا؟ چون این توتال بیل و تیپ رو حذف کرده دیگه، دیگه چیزی نیست که دوباره حذفش کنه. بهتون کی ارور میده؟ میگه این جایی که میخوای من این دوتا رو حذف کنم من رفتم نگاه کردم نیست. پس با این پلیسه خیلی باید مراقبش باشید، همینجوری ترو نکنید، اول فالس باشه انجام بدید، مطمئن باشید اون ریزالتی که میخواید همون ریزالتیه که حد، بعد این پلیسش بکنید. اوکی. خب اد نیو کالم هم که اون طرف گفته بودیم دیگه، اصلا نیاز نیست اینجا بیاد. خب حالا میخوایم اون تسکی که اون طرف داشتیم اینجا بزنیم، چیکار میکنید به نظرتون؟ من میرم با پانداس میخونمش، با پانداس که میخونم همچین چیزی میشه. الان به نظرتون چیکار بکنیم؟ یه فور بزنید دیگه. حالا اینو انجام بدید. چیزه من پایینه ببینم. آره همینه. فکر کن. یه ستون جدید
یه راهکارش اینه که مثلا یه ستون جدید باشه، درسته، اول اونو انجام بدید اونم میشه. من میخوام اینجا جندر نوشته بشه، اینجا واسه به جای میل یک باشه، به جای فیمیل صفر باشه. حالا مثلا میبینید با این چقدر ساده است، مثلا با پانداس خودش یه سری کارها رو انجام میده برای ما که خیلی راحت تر میتونیم انجامش بدیم. خب اینو انجام بدید، جوابش هم که